سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما همراهان عزیز پیک شادی. خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه پیک شادی در خدمت شما هستیم و آرزو می‌کنم که همیشه سرحال و سرزنده و سربلند باشین و امیدوارم که پیک شادی این هفته هم یه عاملی باشه مؤثر در آوردن خنده به لب‌ها و شادی به دل‌های شما عزیزان. شروع کنیم با خبر تو خبر. هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از هفته اعتراضات دانشجویی و ترس آخوندهای حکومتی از دانشجویان. البته دشمنان بر پایه خط نفوذ و جنگ نرم و تأثیرگذاری منفی در روحیه دانشجویان و تغییر محاسبات و تصویرسازی‌های موهوم و غلط خواستن که دانشجویان رو به سمت تحقق منافع شوم خودشون سوق بدن، ولی دانشجویان آگاه و بیدار در مقابل فتنه‌گری دشمنان هوشمندانه حرکت کردند. عزمای هراسون برای مقابله با این ترس نماینده خودش رو فرستاد کوی دانشگاه تا با یه نمایش مسخره اینطوری نشون بده که همه چی گل و بلبل و دانشجو هم با عزما و فرستاده هاش رفیقن. نه دست شما درد نکنه، سلام دست شما درد نکنه، ممنون. ماست بود که الحمدلله داره دیگه، همه درد واقعا خیلی زحمت کشن اینا، واقعا خیلی زحمت کشن. البته این ادا و اطفارا مال دوربین تیوی ریشه، کیفیت واقعی غذای دانشجوها رو باید در این کلیپ ها دید. یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر قرن 21 تولید کباب با ویژگی های خارق العاده و منحصر به فرد، کباب های دانشجویی تهیه شده از بهترین گوشت های موجود در سطح جهان، دارای گشتاور بسیار بالا، مقاومت حرارتی سنگین، ضد اسید، ضد الکتریسیتین، ضد ارتعاشات بالا، بدون اینکه کوچکترین آسیبی ببینه. از این فرآورها در صنایع هوا و فضا به جای تسمه های موتور جت استفاده میشه و مقاومت بسیار بسیار بالایی داره. در راکتورهای اتمی از اینها استفاده میشه برای انتقال نیرو. نماینده مفنگی عزما در اون فیلم نمایشی تلاش کرد خودش رو با دانشجوها خیلی قاطی و صمیمی جلوه بده، اما یه سری جاها هم از دستشون در رفت و حتی دانشجوهای بسیجی بهش گفتن بابا آخه اگه میخوای به درد دانشجوها برسی پس این همه دوربین چرا آوردی؟ بچه ها خیلی دوربینتون نمیاد. چرا؟ چون دوربین انجام اگر بخواین مثلا به طور صمیمی با بچه بیان واقعا واقعیت خوبی رو ببینی به نظرم با این دوربین ها نباید بیان. بعد هم نوبت به روزخونی حاج آقا رسید که از همه مضحک تر بود. در دانشگاه ها ما دو تا اتفاق غلط داشتیم. یه اتفاق این که اجازه تر هیچ دیدگاه مخالف من وجود نداشته باشه. حالا من که میگم کسی که مدیریت دانشگاه رو داره، اگر اصلاح طلب بودم کسی اصولگرا حق نداشته باشه دیدگاه خودش رو بگه، اگر اصولگرا بودم اصلاح طلبی فرضاً حق نداشته باشه. دانشجوها هم جوابی که قبلا به اصلاح طلب و اصولگرا داده بودن رو یه بار دیگه تکرار کردن. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. البته این روزا اصلاح طلب و اصولگرا بهتر از هر کسی میدونن که ماجراشون داره تموم میشه و حسابی افتادن به جون هم. شیخ وری میره شهرشون جوک تعریف میکنه،
بعد دلواپسا با این کلیپ ها مسخرش میکنن. چرا دولت جناب عالی در کنترل قاچاق یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است موفق نبوده است؟ زن و نابین. علت استمرار تحریم های بانکی با گذشت بیش از 2 سال و علی رغم اجرای همه تعهدات بر جامعه ایران چیست؟ زن و نابین. چرا دولت تدبیر امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟ زن و نابین. کلن وقتی نوبت به پاسخگویی آخوندا میرسه با یه چنین صحنه‌هایی مواجه میشی. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, این هم یه نمونه از کنایه‌های تیوریش به شیخ فری و سیاست‌های اقتصادیش. بانک مرکزی میگه اگه طلا آزاد شه قیمت ارز میره بالا. خب ما طلا رو آزاد کردیم، قیمت ارز هم نرفت بالا، آمد پایین. پس معلوم شد که دوستان ما این فرمولایی که تو دانشگاه خوندن برای ما میگن گاهی نیاز داره به یک تجدید نظری. اون جمله آقای روحانی، یعنی که مسئول ارشد اقتصادی میره فرمول تو کتابه نگاه میکنه، بعد میگه آقای روحانی فرمولای این شکلیه، بعد آقای روحانی بهش میگه که نه اون فرموله رو بدش کن، کاملا برعکسش رو عمل کن، بعد برعکسش رو عمل میکنن درست میشه. این کمر دانش اقتصاد رگ به رگ میشه اینطوری ها. توی این نظام رابطه دولت و اقتصاد یه چیزی تو این مایه هاست. البته این جنگ و دعواهای باندی فقط به سیخ و کنایه محدود نمیشه و کار به ترانه سازی برای باند رقیب هم میکشه. ای دولت امی تو این روزا کجایی؟ چرخ زندگیمون با وعده شما نچرخی، رای مردم رو خوردی، آبرومون رو بردی، حق کارگرامون رو ببین دانه سپردی. باید بلند شی از خواب آهای دولت بدنام، به جون جباتی فایده ندانه دیگه برجام. اینجاست که سر و کله پاسدار قاسمی هم پیدا میشه تا مثل همیشه جوش بیاره و رئیس جمهور نظام خودشون رو اینجوری فوشکش کنه. کل زندگیش خودشون و فک فامیل اینا دختر پسر اون برن، دو تا بیعتی سه تا بیعتی، بعد این احمق خائن بیشعور لیبرال این الان شاکی الان، و من به خاطر شکایت این بیشرف باید برم زندگی. یعنی اگر فردای این دست نوبت من بشه زهی سعادت، یکیش این وزیر بی شرف مسکن، بقیه شونم یکی پس از دیگری لنگه خود این، یکی بعد از دیگری لنگه خود این وزیر اطلاعاتش که تنها دست آوردم نام بی بی زهراستش این آوردم، و الان من نقاش دیدم گفتم هم به یارو که من نقاشی بیشتر بلد نیستم، گفتن نه نام زهرا رو بیار متخصص بشه. ان ربک اشتباهی های دیگه هم داری، ان ربک لب الاستخر. یه خدا مال تو یه خدا من دارم، لب استخر، لب استخر، استخر فرح. این پاسدار قاسمی فکر میکنه با این ضرباش فقط تخم مرغ رقیب رو میشکنه، اما حواسش نیست که ظرف نظام خیلی شکننده تر از این حرف هاست. البته داد و بیداد این پاسدارای وحشی فقط یه کاربرد داره، اون هم روی دادن به بسیجی های وارفته است. مثلا ببینید این پاسدار عباسی چه پارس خابیده ای میکنه. شما ترسیدید از آمریکا،
تحریما زده اول و آخرشون رو مچاله کرده، بعد این میخواد با هارت و پورت خودش رو سرپا نگه داره. حکایت این باباست که داره پهن زمین میشه، اما میخواد با این فیگورا خودش رو از تک و تا نندازه. یکی نیست به این پاسدار عباسی بگه شما الان بر سر جنگ قبلیتون به غلط کردن گویی افتادید، بعد دنبال شاخ شکستن جدیدی؟ جنگ حتی واسه کسایی که پیروزم بودن اون هدفی رو که میخواستن تأمین نکرد. جنگ اصلا وسیله مناسبی برای رسیدن به هیچ هدفی نیست. ما واقعا نمیتونستیم جلوی وقوع جنگ رو بگیریم؟ حق با مردمه، حق با ما نیست. ما اینها رو با جنگ و با این اوضاع احوال اینا از زندگی ساقط کردیم، زندگیشونو گذاشتن توی راهی که امروز نمیتونیم شاخصی بدیم بگیم از بین این ده تا به این سه تاش محقق شد. آخوندا در حالی دم از شاخ شکستن میزنن که وزیر نفتشون رو اینطوری توی اجلاس اوپک آب لمبو کردن. آقای زنگن اگه یه جمله بخواییم فضای جلسه رو توصیف کنین چی میگید؟ سخت. چقدر سخت؟ بیشتر از همشه. فکر میکنی فردا ممکنه توافقی حاصل بشه؟ الان دیگه هیچی از برجام آخونده باقی نمونده. ته برجام اروپایی رو هم اینجوری دارن میلیسن. مشنگستان این هفته رو با جلسه معارفه سفیر ژاپن آغاز میکنیم که خودش به اندازه کافی گویاست. خانم‌ها و آقایان، قبل از اینکه سخنرانی ما آغاز کنم می‌خوام به شما این سرگرمی توکیو رو نمایش بدم. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به مروری بر دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و بالا رفتن قیمت ایران خودرو. تندر پیکاپ، وانت آریسان، HC صندوقدار اتومات و پارس اتومات خودروهایی هستند که ایران خودرو روی آنها قیمت گذاری جدید کرده. این شرکت در حالی از تحویل فوری این خودروها با قیمت جدید گفته که پیشتر برای تحویل خودروهای متعهد شده اعلام کرده بود کمبود قطعه دارد. ایران خودرو در واقع با این کار نشان داد منتظر تصمیم دولت در اعلام نرخ‌های جدید نشده و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده. حالا شاید سوالتون بشه که چرا قیمت رو بالا بردن؟ دلیلش رو در این کلیپ ببینید. این که مدل بالاه، مدل پایینه. 90 و 92. اینا میندازن از اینجا. اینجوری هم باز می‌مونه. اینم قفل. اینم صندوق عزیز. صندوق اینم که با چاقو داره باز میشه. این کاپوتشه. سرقت کامپیوتر باتریه. اینا اینجا میندازن. این هم یه نمونه دیگه از آپشنای ایران خودرو که در نوع خودش بی نظیره. دماسنج ماشین نشون میده که درجه گرمایش ماشین بالاترین، ولی متاسفانه سمت راننده باد گرم دارد میزنه، سمت شاگرد باد سرد دارد میزنه. البته این پیشرفت ها فقط به ایران خودرو محدود نمیشه. رد پای اقتصاد مقاومتی رو در همه عرصه ها میشه دید. اینم از روشویی اتوماتیک ما و طریقه استفادهش. در این وضعیت دزد بازار و با این گرونی اجناس چند تا رای کارم پیشنهاد شده که با هم میبینیم. این هم نحوه حفاظت از نارنگی در برابر مهمانان.
در پایان توجه شما رو به یه هنرنمایی دست جمعی جلب میکنیم. بعید میدونم تا به حال برنامه راز بقا رو به این صورت دیده باشید. تو خلمونا ترس برداشتن، چوپان همچنان قرباقه در حال صدا دادن خرم کرد. بوغلمون چوپان دوباره با صدا کلاشر کردواری که همون خروش هست مرخا در کنار اون